سیماتیک ما حاضره که بریم سراغ پی سی بی. از منوی دیزاین یا بازادن کلید دی، اپدیت پی سی بی داکیومنت، کلیک میکنم روش و اکسیکیوت چینج رو میزنم. قطعات من اینجا اومده. قبل اینکه شروع بکنم چیدمانم رو، چند تا کار کوچیک انجام میدم. با زدن کلید کیو واحدم رو از میلی اینچ، این کنار رو گوشه رو ببینید، از میلی اینچ به میلی متر تغییر میدم. هر بار که کیو رو میزنم واحدم از میلی متر به میلی اینچ و از میلی اینچ به میلی متر تغییر میکنم. اما واحد میلی متر راحت ترم کار کنم، پس میذارم روی میلی متر. همینطور گریدم رو با زدن کلید، با گرفتن کلید کنترل و زدن جی میذارم روی 1/10 میلی متر و این خونه خونه ها رو به جای این خطا که یک کمی چشم آزار میده موقع طراحی، روی داتس میذارم. این رو هم میذارم حد 10 خونه بشه اون خطوط بزرگتر به این شکل شد. مورد بعدی این که صفر، نقطه صفر و صفر یا مبدأم رو روی صفحه تغییر میدم. الان این گوشه است، میخوام بیارمش یه ذره بالاتر. با زدن ای که منوی ادیت رو ظاهر میکنه، اینجا بزنم ای، و او که اوریجین هست، ببینید اینجا فکر کنم بهتر نشونتون میده، و بعد اس که ست میشه، ای او اس میزنم. حالا میخوام به یه نقطه بالاتری مهاجرت بکنم. وقتی میخوام به یه نقطه دیگه برم میزنم جامپ لوکیشن، که اونم تو منوی ادیت موتور شما جی رو بزنید و بعد هم ال رو بزنید، همینطور که میبینید درست شد. پس ای او اس رو میزنم، بعد جی ال رو میزنم، جامپ لوکیشن، میگم برو به نقطه 100 100 و اینتر میزنم. این شد اوریجین یا مبدا جدیدم. حالا از این به بعد عددهایی که من میدم نسبت به این نقطه حساب میکنم. خب یک کیپ اوت میخوام بکشم، یک کیپ اوت دقیق. اول اینکه من کلید الو میزنم، لایه‌های اضافه هم خاموش میکنم. مثلا من اینا رو نمیخوام، اینها رو هم کلا خاموش میکنم. من توی این پی سی بیم لایه تاپ هم ندارم، پس اینا هم خاموش میکنم. مکانیکال هامو خاموش میکنم و اوکی. اینها رو هم ممکنه برای شما اول به این شکل نشون بده. من اینجا رایت کلیک میکنم، بذارم روی شورت لیر نیم، اینجوری راحت تر. میرم روی این KO که لایه کیپ آوتمه، محدوده بردم میخوام توش مشخص کنم. بعد پلیس لاین میزنم، یا حالا اینجا هم احتمالا هستش، اونطور من با این کلید میون برو راحت ترم. PL جامپ لوکیشن میزنم به نقطه 0 0 0 0 اینتر. اینم از این حالت 45 درجه میخوام درش بیارم. شیفت و اسپیس میزنم تا به حالت 90 درجه برسه. پس انقدر شیفت و اسپیس میزنیم تا به این حالت برسه. و جامپ لوکیشن میخوام سایز پی سی بیم 50x30 باشه. اینجا یه اینتر میزنم و ببینم نشد. بعد اینجا برام متوقف بشه. حالا شد. دوباره جامپ لوکیشن میزنم
پس من هیچ کلیکی نکردم این وسط. دوباره برمیگردم به نقطه 0 و 0. اینتر میزنم و رایت کلیک. و یه بار دیگه رایت کلیک که از این حالت در میاد. حالا میخوام کل اینو انتخاب بکنم. میتونم اینجوری انتخابش بکنم. میتونم اس بزنم سلکت و هر چی تو این لایه هست با کلید وای. کجاست؟ All on layer. اینه. زیرش خط کشید زیر وای. پس اس وای میزنم که این رو سلکت بکنه و EST ESD Design Board Shape Define from Selected Object. این شد کیپ آوت. خب حالا موقع چیدن قطعات هم اینا رو میتونم سلکت بکنم ببرم بالاتر بذارم که ببینمشون. حتی نیازی نیست فعلا. با این شماتیک قبلی هم فکر کنم باشه، کاری ندارم. بریم سراغ. خب از همینجا شروع میکنم چیدن. اینجا سلکت میکنم یا از این LED شروع کنم؟ این برای اینجا بگذارم. چرخ کنم. خب برم LED بعدی رو بیارم. این و این. نه حالا فعلا اینجا بگذارم. ترانزیستور ها. این پس چش درسته. اینم باید همین طرف باشه. بعد این مقاومت ها. این سمت چپیه. این سمت راست. این سمت راستیه. اگه از منوی تولز کامپوننت پلیسمنت ریپوزیشن اینجا Reposition Selected Component رو بزنم. حتی که الان هیچی دیگه Select نیست. این رو بزنم و Tools Component Reposition. این میاد کنار موسم. اینم میتونم بگذارم. این دوتا، این چارتای آخری بگم این. بعد این فازن. این فازن و این. به این سو. Tools, Component Selected, Component Placement و اینم این مقاومت، این فاز یکی و خب. لابیم یک کمی این چیدمانو بهترش کنیم. برای اینکه یک کمی ارتباط ها رو من بهتر ببینم که چی به چیه، میتونم به مثلا نتای تغذیه هم رنگ بدم یا کانکشنشون رو خاموش بکنم. اینا کمک میکنه که بتونم راحت تر جا به جاییامو انجام بدم و بفهمم که این ارتباطا به چه شکل قرار باشن. برای رنگ کردن نت هام داک پی سی بی روش کلیک میکنم. اگر این داکا رو شما ندارید یا نمیبینید، همیشه یادتون باشه هر کدومش توی یه جاییه. مثلا هرچی مربوط تو محیط پی سی بی هستید، هرچی مربوط به پی سی بیه این
گوشه پایین هست، میتونی دوباره فعالش کنی. چیزهای دیگه هم همینطور. اینا رو حتما یک نگاهی بهش بندازید. خب ادای پی سی بی این روی نت باشه، روی آل نت کلیک میکنم و وی سی سی روش دابل کلیک میکنم و اینجا روش کلیک میکنم و مثلا میگذارم روی این رو و اوکی و اوکی. حالا روی این مربع کلیک بکنم، ببینید به وی سی سی هم یک رنگ داد. برای جی ان دی هم همینطور. خب میتونم اینجوری رایت کلیک بکنم. این پایین یه گزینه هست که باز متاسفانه من چون سفر رو برای اینکه بهتر به شما نمایش بدم کوچیک کردم، قابل رویت نیست. این چینج نت کالر رو این کلیک میکنید. و رو استاندارد اینم مثلا یه رنگی اینجوری بهش بدم، اینم فعالش میکنم. خب حالا میخوام دیگه کانکشناشو نبینم دیگه، من میدونم اینا وی سی سی اینا گرانده. با زدن N H N و کلیک روی این نت، جی ان دی خاموش میشه و کلیک روی این نت کانکشن وی سی سی، یعنی این خط و خطوطی که شما ملاحظه میکنید اینا خاموش شده. پس متوجه میشم که مثلا من میخوام گراندام همه رو به پایین باشه، وی سی سی هم رو به بالا، یه چیز شبیه شماتی. خب پس این ترانزیستور رو میچرخونم به این سمت، این رو هم میچرخونم به این سمت میذارم. خب نکته بعدی این که شما اگه بتونید یک چیدمانی یکسانی رو تو پی سی بی داشته باشید، برای اون کسی که میخواد بورد رو مونتاژ بکنه هم بهتر، یعنی این ترانزیستور رو تو یه جهت وقتی باشن بهتر از اینه که یکی مثلا رو به داخل باشه یکی رو به بیرون. تو پی سی بی این خیلی مهم و مفیده. خب حالا یه کار دیگه که من میخوام بکنم اینه که از مرکز این پی سی بی میخوام قطعات رو متقارن بچینم. میتونم بیام اینجا کلیک بکنم روی این خط کیپاوت پایین، بعد اوریجینم رو مرکز این ست کنم که خودتون میبینید یه علامتی اینجا گذاشته، EOS میزنم و اینجا کلیک میکنم. خب حالا متناسب با این من شروع میکنم چیدمانم رو. این خازن ها این پایه کلکتور ترانزیستورمه، من این خازن رو میچرخونم که به سمت این باشه و همینطور کلکتور این ترانزیستور، این خازنم به این سمت صحیحه. حالا از طرفی من اگه بخوام اون توضیحی که خدمتتون دادم چیدمان یک دستی داشته باشم که مونتاژ قطعات همه به یه شکل باشه، بهتر این هست که اینو بچرخونم این طرفی. حالا تو روتینگ توی مسیر کشی میشه یه کارایی کرد که درست بشه، به مشکل بر نخوره. خب کانکتور تغذیه و تست پوینت ها هم مونده، حالا برای این هم یه فکری میکنیم. این که مال تست پوینت سمت چپی است، این هم تست پوینت سمت راستی است. این باید بره بالا، این هم باید بره بالا.
این LED مقاومتش و اینم LEDش نمیذارم اینجا. ببینیم توی PCB اینسپکتور موقعیت این رو، این منهای 8.5 این خازن، این کجاست؟ 8.7. حالا جفتش من مثلا میتونم بزنم 9. به این صورت. البته یکی منهای 9 دیگه. همینطور ترانزیستور ها با هم سلکتشون بکنم نظر ایگرگی مثلا بذارمش تو موقعیت مثلا 10. خب میتونم این مقاومت رو با این مقاومت و این ترانزیستور هم راستا کنم، این دوتا هم دوتا اینجا باشن، این هم اینجا و اینجا. خب مقاومت ها رو اول با هم همراستا کنن، موقعیت ایگرگ هر ستاشون مثلا باشه 20 فعلا و اینا رو با هم سلکت میکنم، یه موقعیت ایکس بهشون میدم مثلا منهای 15. اینا هم همین، اینا هم مثبت 15. خب حالا همه رو با هم سلکت میکنم میبرم بالاتر. خب چجوری اینا رو میبرم بالاتر؟ اگه بخوام از موس استفاده نکنم با کلید کنترل، اگه با کلید کنترل و کلیدهای جهتی من جابجایی انجام بدم به اندازه اون گریدم که 1.1 میلیمتر جابجایی میکنم، اگه کلید شیفت رو هم نگه دارم و کلیدهای جهتی رو فشار بدم این رو با توجه به این تنظیمی که اینجا کردم 10 برابر جابجا میکنم. بله جایی که کاری نمی کنم و فقط نگاه می کنم فعلا نیازی به توضیح نداره، بعدتر باش آشنا میشه. خب پس اینم می کشم چپ، این رو هم می کشم راست. این دوتا رو خب به هم نزدیکشون بکنم و بعد بیارم وسط. حالا از نظر موقعیتی اینا میتونم باز هم به هم نزدیکتر هم باشن. مثلا اینجا بیارم رو هم 1, 2, 3, 4 تو این موقعیت باشه. چقدر اینه با هم فاصله دارن؟ 1.9. یه دونه دیگه فاصله بدم به این صورت. 2 میلیمتر با هم فاصله دارن، پس اینو میتونم بذارم توی ایکس 1 میلیمتر، این یکی رو بگذارم توی ایکس منهای 1 میلیمتر. خب
این دو تا خازنا ببینم ایگرگشون با هم یکی هست. بله میخوام با اینا ایگرگشون یکی بشه. میتونم این قطعه رو مثلا سلکت بکنم، بیام اینجا از این گزینه ها استفاده کنم، از این گزینه های الاین. بعد بگم که اینا نظر عمودی ورتیکالی با هم توی مرکز باشن. بعد میگه نسبت به کدوم قطعه، من میگم به این قطعه، به این شکل. الان بگذارش. خب ببینم اینا تو چه موقعیتی هن. این نوهه، این هم که منهای نوهه. حالا هر عددی به این میدم، مثلا منهای 9 و 14 یا بیشتر، منهای 9 و 16 یا منهای 10 هستن، اینم مثبت 10 میشه. خب اینا رو یک کمی دیگه بکشم چپ، اینا رو هم یک کمی دیگه بکشم راست. هر کاری سمت چپ میکنم سمت راست هم متناظرش رو انجام میدم. خب این LED ها رو هم همراسته با این بکنم، با خازن بالا سرش. این که منهای 10 هست، این هم مثبت 10 باشه و جفتشون موقعیت ایگرگ مثلا 4 باشه. یه ذره دیگه میکشمشون بالا مثلا اینجا. خب اینم از تست پوینت ها، یکی اینجا یکی دیگه هم اینجا. خب ببینم همراستا هستن با هم، جفتشون 88 هم هم، یا این مقاومت ها با هم همراستا هستن. نه. این دو ترانزیستور ها چطور؟ اینا هستن. این رو یک کمی کشیدم پایین و کل این قطعات رو یه جوری که خط کیپاوت همو نگیرم، این درگ این چهار گوشا رو میکشم برای سلکت کردنشون. و حالا دوتا LED سر جاش بمونه. نه اینا رو من جا به جا کنم بهتره. میخوام اون خازنه هم از محدوده بردم بیرون نزنم، پس میارم اینجا میتونمش. خب پلیسمنت من انجام شد، فقط این کانکتوره مونده که این هم میتونم یه گوشه بگذارمش، حتی میتونم بیارم اینجا بگذارمش.